پلیس پاکستان در ماه‌های پسین محدودیت‌های شدیدی بر مهاجرین افغان وضع کرده است و این روزها آنان با مهاجران افغان هم بدرفتاری می‌کنند و هم آنان را شکنجه و بازداشت می‌کنند. امارت اسلامی می‌گوید که از طریق سفارت افغانستان در پاکستان بارها با مقام‌های پاکستانی گفتگو شده و جدی تأکید شده است که با مهاجران افغان در این کشور مطابق به قوانین بین‌المللی مهاجرت برخورد صورت گیرد. با مسئولین پاکستانی بارها صحبت شده و از طرف سفارت افغانستان در پاکستان هم تأکید شده و همچنان با نماینده پاکستان که چند روز قبل افغانستان آمده بود با جدیت گفته شد که با مهاجرین باید برخورد قانونی و انسانی صورت بگیره، آزار و اذیت و زندانی شدنشان متوقف شود. در این راستا وعده ها سپردند و گفتند که تلاش میکنند و از طرف دیگر آنها با یک مشکلات اقتصادی و بعضی مشکلات دیگری هم مواجه هستند که مشکلات خود را با ما مطرح ساختند. همزمان با این، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای حل این معضل آنان با مقام‌های پاکستانی در ارتباط هستند تا روند بازداشت مهاجران متوقف و افغان‌های زندانی آزاد و به کشور برگردند. خبرو به نتیجه که په پیښور او په یوشمرستیم کې یو څه نرمښت راغلی دی، یو څه حالات تغییر کړی دی، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې دا لړۍ اوس هم دوام لري او زمون هڅه دا ده چې کوم افغانان نیول شوي دي دوی هم په باعزته توګه باندې آزاد شي او دغه لړۍ ژر تر ژره توقف عمومي. تر اوسه پورې د دغه ناستو د دغه خبرو په نتیجه کې لله الحمد له 200 زیات افغانان آزاد شوي دي. آگاهان میگویند که در حال حاضر مهاجرین در پاکستان در وضعیت بدی به سر میبرند و آنان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند. برای حل این چالش ها نیاز است تا گفتگوهای دیپلماتیک بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت میان کابل و اسلام آباد صورت گیرد. خلای اساسی برای برنامه‌ریزی مهاجرین توسط اکثر کشورها به نبود دید بلند مدت برمیگردد. اگر دیدگاه ها به این سمت پیش برود، قطعا بسیاری از مشکلات مهاجرین و کشورهای میزبان حل خواهد شد. پاکستان یک گذشته خیلی طویلی در بخش پذیرش مهاجرین قانونی و غیر قانونی دارد و در آخر یک سلسله رویکردها در دست گرفته شده که طبق از او مهاجرین قانونی و غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از کشور پاکستان اخراج میشود. این در حالی است که بر اساس آمارها در حال حاضر نزدیک به 800 هزار مهاجر افغان بدون اسناد اقامت در پاکستان زندگی می کنند و اخیراً مقام‌های پاکستانی گفته است که بیش از 1 میلیون افغان را از این کشور اخراج خواهند کرد.